دختران رباتساز کشور قادر به ساخت ربات جدید شدند که می تواند در تشخیص و خونسا ساختن ماین عمل کند. این ربات ما سه بخش داره، یک بخش برای تشخیص ماین در زمین، یک درون که پرواز میکنه و ماین کلا ساحل شناسایی میکنه، و قسمت دیگه هم یک دسته داره که میتونه ماین رو خونسا کنه. و این فعلا پروتوتایپ، در دو سه ماه بعد که قرار کنفرانس و نمایشگاه در کابل داشته باشیم واقعی از اون به نمایش میگذاریم که امیدواریم بتونیم در قسمت سکیوریتی در کشور خود کمک کنه. سمیه 17 ساله که عضو این گروه هست میگوید که انگیزه ساخت ربات و شامل شدن به گروه دختران ربات ساز را از پدرش گرفته است و کار با ماشین و وسایل برقی برایش بیشتر هیجان انگیز است. ما امیدواریم روزی بشه که در کنار مردا زنان هم نیز در عرصه تکنولوژی کار کنن و باعث پیشرفت نام کشور خود خور بشن، چون امروزه این تکنولوژی که یک کشور به سمت پیشرفت ترقی میبره. ناهید از دیگر اعضای این گروه است. وی خواستار دسترسی مساوی عموم زنان به امکانات و تحصیلات است. فرصت برای اشخاص داده بشه که برای تنها فرصت داده شده. امروز برای می فرصت داده شد که تمام بتونم در این تیم شرکت کنم، ولی خیلی از هم‌نهان ما هستن که فرصت ندارن. میخوام برز یک الگوی یک رهبر باشم تا بتونم اونا پیشرفت کنن و از دوست تاریکی به رو برشنایی بیارم. دختران ربات ساز افغانستان توانستند طی 3 سال فعالیت‌هایشان در مسابقه‌های مختلف در آمریکا، ترکیه، مکزیک و دیگر کشورها اشتراک کنند و با ساخته‌های بروزشان افتخارات زیادی هم برای کشور کسب کردند. فرشته اسلم‌زاده، تلویزیون زن.